با درود خدمت شما عزیزان در خبری. بابک عربی هستم در خدمت شما. اولا پوزش از اینکه این برنامه 2 دقیقه انگار دیر شروع شد که البتونم دلیل داره. دلیلش هم این است که داشتم سعی میکردم با جناب آقای مهرگان در داخل تماس بگیرم، منتها به هر دلیل تا الان نتونستم این تماس رو برقرار کنم، که البته عجیبم نیست چون که این دار و دسته. درود فریجان، خوش آمدید. خوشحالم که آمدید. این دار و دسته در داخل خب مسلم هر کاری میکنن که راه تماس اونگونه که باید برقرار نشه. تا جناب مهرگان رو بتونم بیارم روی خط یه سری مسائل براتون بگم، یه سابقه. سابقه این که اولا همون گونه که همه تون اطلاع دارید، رژیم اسلامی آمد و یه رژیم حقوقی برای دره مازندران با 5 دولت حاشیه اون، 5 یا 6 اشتباه نکنم، اومد و این قانون رو نوشت بدون اطلاع ملت، بدون اینکه هیچ گونه جزئیاتی از اون بیاد بیرون. و در یک مرحله اینا اومدن اعلام کردن که سهم ایران از دریای مازندران 13% هست، در مرحله بعد اومدن اعلام کردن که این 11% هست. در هیچ کجا هم تا الان با آنگونه که باید اعلام نشد. امروز یه تظاهرات، یه فراخوان گذاشتن در توییتر، در توییتر یه فراخوان گذاشتن و اینکه مردم رو جمع کردن که شنبه که گذشت برن جلوی مجلس شورای اسلامی و برای این قرارداد ننگین ترکمانچای 2 تظاهرات کنن. و یه سری مسائل بعد از اون اتفاق افتاد. حالا میخوام الان سعی کنم جناب مهرگان رو بیان روی خط و با هم صحبت کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. آقای مهرگان با درود خدمت شما. الان صدای شما میاد، روی خط هستین، بینندگان عزیز ما هم صدای منو دارید شما؟ بله بله، من صدای شما رو دارم. شما صدای من دارین؟ صداتون خیلی سیریز شده است. صداتون خب، الان صدای من میاد؟ آقای مهرگان عزیز صدای من الان دارین شما؟ شما میخواین فقط با صدا بیاین، تصویر رو قطع کنین. جناب عربی بفرمایید. من صداتونو خیلی مقطع و خیلی بد دارم جناب عربی، متاسفانه صداتونو خیلی بد دارم من، یعنی واقعا متوجه نمیشم گاهی. بله، صحبتاتونو شما تصویرتون رو قطع کنید، شاید صدا بهتر برسه. تصویرتون رو قطع کنید دوستان. صدا میاد الان؟ میاد ولی واقعا نمیتونم متوجه شم صداتون. خیلی صداتون قطع میاد، نمیدونم چرا اینجوری شد. بگذارید من هندزفری رو بزنم ببینم صدا بهتر میاد الان. تصویرتون هم فریز شده است. تصویرتون هم خیلی بد دارم. شما صدای خیلی ظاهرا فاصله بین شما. تصویرتون رو قطع کنید، فقط با صدا. آقای عربی من صداتون رو خیلی مقطع دارم، خیلی سختی. بسیار اجازه بدیم بنویسم براشون که آره با صدا بیاین. فقط با صدا بیاین، فقط با صدا بیاین. تصویر رو قطع کنید. ببخشید من رو میگم یه مقداری تماس گرفتم با داخل کار بسیار سختی و هر چقدر مسئله مهمتر این کار سخته. دارم سعی میکنم باشون تماس بگیرم، منتها میگم برای خودشون همیشه اینترنت هست، برای خودشون همیشه امکانات هست، ولی وقتی که مثلا اون وزیر جوانشون جهرومی، حالا فرض کنید اینگونه میگم، موقعی که نوبت اون میشه، خب بله
با پهنای باند زیاد میاد و همه اینها، ولی موقعی که نوبت ملت میشه که صحبت کنن، این صحبت باید قطع شه، اینترنت باید از کار بیفته. پس نهایتا این مسئله مهم هست که این اینترنت از کار میفته. تا من آقای مهرگان رو میگیرم باهاتون در مورد این مطلب صحبت کنم. پس روز شنبه اون گونه که بود ملت یه تعدادی، به قول آقای مهرگان بوده 100 نفر آمدن و در جلوی مجلس شورای اسلامی تظاهرات کرد. عرض شود که این 100 نفر یه تعدادی دستگیر شد، متاسفم یه تعدادی دستگیر شدن و یه تعدادی شناسایی شدن و در نهایت قصد من از دعوت جناب مهرگان این بود که ببینم چه اتفاقی افتاد، چرا این مسئله اتفاق با واتساپ دارم من رو میگیرن اجازه که جناب مهرگان ایراد نداره، با صدا شما رو من اینجا دارم، بذاریم من اول از بینندگانم بپرسم که ببینم صدا میاد الان. دوستان برای من بنویسید که صدای آقای مهرگان رو داریم یا نه، این رو برای من محبت کنید بنویسید، من سپاسگزارتون میشم. آقای مهرگان صحبت کنید خواهش میکنم. عرض ادب دارم خدمت بینندگان، شنوندگان عزیزتون، پوزش میخوام از این کیفیت اسکایپ اینقدر به هر حال بد شد دیگه، ایران و اینترنت ایران. امیدوارم دوستان صدای من از طریق واتساپ داشته باشن. صدای شما رو دارن، بسیار عالی، و همین الان ادامه میدیم صحبتمون. داشتم برای دوستان میگفتم جان مهرگان که در روز شنبه تظاهراتی بود که کسی فراخوان داده بود که مردم بیان و در جلوی مجلس شورای اسلامی تظاهرات کنند در اعتراض به تایید رژیم حقوقی جدید دریای مازندران، که این رژیم با کمک کشور روسیه و 5 تا پادوی دیگرش در حاشیه دریا این کار رو کرده. آیا شما اون روز میخواین یه ذره از مقدمش بگین، از شنبه شروع کنیم؟ بفرمایید من در خدمتون هستم. جناب هروی عزیز ببینید، 5 شنبه بود دیگه من متوجه این فراخوان، البته این فراخوان کاملا خودجوش بود، فراخوانی نبود که از سوی احزاب یا شخصیت‌های مطرح سیاسی صادر شده باشه. شاهزاده رضا پهلوی یه متنی رو دادن، یه متن رو منتشر کردند، ولی هرگز در اون زمان و نمیدونم مکان رو اشاره نکرده بودند. پس این رو اولا تأکید بکنم که این یک فراخوان خودجوش از طریق علل خصوص دوستان مجازی بود، یعنی این فراخوان خارج از دنیای مجازی، خصوصا توییتر و گاهن هم یک سری سایت های یا گروه های تلگرامی مسئله رو مطرح کرده بودن. 5 شنبه این رو مطرح کردن. خب من یه مقدار اول با دوستان در این مورد صحبت کردیم که ببینید، فراخوانی اگر قرار صادر بشه حتی به صورت خودجوش، باید ببینیم منافعش چقدر و مضراتش چه میتونه باشه. ما باید فرصت داشته باشیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم، ما باید فرصت داشته باشیم گروه ها رو همسو بکنیم، حمایت گروه ها رو داشته باشیم، حمایت شخصیت ها رو داشته باشیم. بهتر از من میدونید دوستان عزیز، بهتر از من میدونن جمهوری اسلامی امروز در پی تخریب بعضی چهره های اپوزیسیون هستش و سازمان های اپوزیسیون هستش، در پی تضعیف میزان تاثیرگذاری بعضی افراد، بعضی سازمان هاست که بگه ببینید فراخوان دادن و کسی نیومد. اما اینو میخوام اشاره بکنم، این فراخوانی که به صورت کاملا خودجوش، به صورت کاملا محدود فضای مجازی، از سوی یک سری فعالین فضای مجازی، فعالین سیاسی صادر شد و من هم پیامی دادم و در اون البته اشاره به زمانش نکردم، اشاره به مکانش نکردم، ولی اعلام حمایت کردم. همونجوری که شاهزاده رضا پهلوی شبش این مطلب رو منتشر کردند، دوستان تاکید داشتن که ما به حال وظیفه‌مونه به عنوان یک میهن‌پرست، به عنوان یک فعال سیاسی، فعال مدنی، بریم و اونجا اعتراضمون رو بکنیم.
اگر این فراخوان رو حتی ما فرض بذاریم 5000 نفر 10000 نفر هم توی دنیای مجازی دیده باشند، من این رو یک موفقیت، یک پیروزی میدونم برای تأثیر همین دوستان مجازی که همون حدود 100 نفر که آمدند اونجا متفرق بودند، هماهنگ نبودند و خیلی اشکالات دیگه وارد بود بهش، ولی یک پیروزی بزرگ میدونم که حتی 100 نفر بابت یک فراخوان مجازی و فراخوانی که هیچ حزب و سازمان و گروه و شخصیت هایی حمایتش نکردند و اصلا اطلاع نداشتن ازش، این 100 نفر هم فوق‌العاده بود حضورشون. این رو من یک پیروزی میدونم، اما خب به هر حال باید در نظر داشته باشیم که عوامل رژیم یک سری ها دنبال تخریب ها هستن. اینو باید همیشه توضیح، من خیلی اصرار داشتم این قضیه رو توضیح بدم که این یک فراخوان محدود و خودجوش بوده. من این رو فقط خواستم بپرسم. سپاس از پاسخ شما از مقدمه‌ای که گفتیم. من یکی دو تا سوال دارم. اول اینکه اینو بگیم، صحبتی که شما میکنید من 100% باش موافقم. 100 نفر آدم اگه رفته باشن، یعنی ما اگر یک سال پیش یک مرد میدان ساحل داشتیم، امروز 100 داریم. یعنی در یک سال حرکت ما از یک نفر به 100 نفر رسیده، 100 برابر شده. این دیگه حداقل مطلبه. چرا؟ چون جلوی نیروی امنیتی یگان ویژه رفتن، خودش واقعا یه وجود خاصی میخواد و خیلی هم خوشحالم که این دوستان رفتن بخش پر لیوان رو نگاه میکنه. اما مسئله من اینجاست که این فراخوان، آیا شما میدونید خونه اولش کی این فراخوان رو داد؟ ببینید آقای مهرگان، مسئله اینجاست که اگر خودتونم درست اشاره کردید، ما ندانیم که یه فراخوان ریشش از کجا میاد، چگونه میشه به اون فراخوان اعتماد کرد و چگونه میشه اون فراخوان رو بیشتر اطلاع رسانی کرد. من مسئله اساسیم اینجاست. ببینید از پنجشنبه شما میگین شروع شده، روز جمعه شاهزاده حمایت کرد از هر گونه، عرض به خدمت شما، تظاهراتی که در هر روز و ساعتی در مقابل مجلس بر علیه رژیم حقوقی دریایی مازندران اعمال بشه. اینم به جای خودش. ولی مسئله ما اینجاست که آیا ما نباید بدانیم که یه فراخوان از کجا شروع میشه؟ کی شروعش کرده؟ شما اطلاعی داری؟ ببینید، نه اینکه ریشش از کجا بود من اطلاع ندارم، منتها توی همین درگیر همین بحثایی که بودیم که دوستان میگفتن باید بریم و من تاکید داشتم که نه، این اگر قرار تظاهراتی، اگر قرار تجمعی اعلام بشه، پیش زمینه هایی داره، باید اون رو رعایت بکنیم و باید اول اون زمینه هاش رو فراهم بکنیم و بعد از مردم بخوایم که بیان، چون همه این چیزا رو من میبینم، همه این چیزا رو میتونم دقیقا میتونستم همون لحظه احساس بکنم که چه حجمه ای میخواد به سمت همین فراخوان بیاد بعد از اینکه جمعیت کمی شاید به زن اونا رفته باشند یا همین 100 نفر هم نمی‌رفتن. ببینید، ما بزرگترین شانسی که آوردیم برخورد نیروی انتظامی بود که این تجمع رو یه جوری رسمیت بخشید بهش. شاید اگر تو همون روز نیروی انتظامی اصلا دخالت نمی‌کرد و اقدام به متفرق کردن و بازداشت نمی‌کرد، اصلا این جماعتی هم که اونجا بودن هماهنگ نبودن با هم که اصلا تظاهرات شروع بشه، چهاردهی شروع بشه. ما جمعیت هماهنگی اونجا نبودیم، مردم متفرق بودن. این لطف نیروی انتظامی در حد ما بود که اومد و با واکنشی که نشون داد این نظرها رو به سمت این قضیه جلب کرد که یک تعدادی آمدن جلوی مجلس. اما اینکه ریشش از کجا بود حقیقتا من خودم نمیدونم، فقط دیدم دوستان یک سری اصرار دارن به این قضیه. من هم به عنوان یک فعال سیاسی، فعال مدنی و به عنوان کسی که خودم رو میهن پرست میدونم، وظیفه خودم دونستم که همراهی بکنم این دوستان رو و تأکید هم بکنم که این یک فراخوان خودجوش هستش. از این بابت اونهایی که منتظرن به اصطلاح آتو بگیرن، اونهایی که منتظرن ایراد بگیرن به این قضیه و تضعیف بکنن ما رو، از این بابت حداقل دستشون رو بندیم که تو گزارشم هم عرض کردم این مطلب رو که این یک فراخوان مجازی بوده. و اون وقت من سوال بعدی من، ببینید پس ما به اینجا میرسیم که به نظر من کمبود اول اینجاست که ما حتی نمیدونیم این فراخوان کی اعلام کرد. قبول دارید اونو یا نه؟
پس این ما میخوام یه جمع‌بندی بکنیم دیگه، بریم جلو. همیشه به قول معروف تجزیه اشتباه گذشته زمینه موفقیت آینده است. پس نهایتا به این نتیجه میرسیم که گرفتاری اول ما اینجاست که ما نمیدونیم این فراخوان رو کی اعلام کرده. البته یه اسم هست امروز به دلیل اینکه شما اینجا تشریف دارید و این برنامه اسم بردن نیست، من اسمو نخواهم برد، ولی این اسم شخصی هست شناخته شده که این شخص اومد و اول به قول معروف این حرکت رو شروع کرد. حالا بعدا در مورد صحبت میکنم در برنامه دیگه شاید. اما پس این مسئله اینه که ما اعلام کننده رو نمیدونستیم. حالا میایم سر وقت و محل، اینو میخوام براتون بخونم. دوست عزیزم آنا نوشته: به نظر من ساعت تجمع یک اشتباه بزرگ بود. صبح همزمان کار و شغل مردمه و ده صبح همزمان کار و شغل مردمه و اینکه کسی مثلا از غرب تهران بیاد تا بهارستان تو ترافیک نیایش یا چطور میتونه اون ساعت برسه؟ طرف واسه سر کار رفتن هم سر صبح رغبت نمیکنه بره تو ترافیک، مترو هم قلقل است، شرق هم همینطور. این کامنتیه که آنا برای من گذاشته. شما نظرتون چی؟ من حق میدم به ایشون از یه جهت و مخالفم با فرمایش ایشون از جهت دیگه. از این جهت که بله، من خودم ساعت 2 شب رسیدم در جریانی که من مسافرت بودم، نه مسافرت تفریحی، برای پیدا کردن ردی از مرد میدان ساحل رفتم تبریز و شهرهای به اصطلاح آذربایجان و حالا حاشیه. یه چند تا مورد دیگه هم اونجا بود که درگیرش شدیم. شبونه خودم رسوندم ساعت 2 شب رسیدم، ساعت تقریبا 7:30-8 صبح من راه افتادم که قبل از 10 من اونجا باشم. این که مترو قلقل است و شلوغ حق دارن ایشون، اما باز اینجا برمیگرده به همون ضعف عمل کرده ما جناب هرعلی که اگر ما فرصت میداشتیم مردم رو دعوت بکنیم، اگر سازمان ها حمایت میکردن، یعنی حمایت سازمان ها رو جلب میکردن، حمایت دقیق به اصطلاح با ذکر زمان و مکان فعالین و یا رهبران سیاسی رو جلب میکرد، و اگر مطمئن بودیم که جمعیت زیادی حاضر خواهند شد، مطمئن باشید که مردم اون روز رو قید کارشون رو میزنن، قید خوابشون رو میزنن و میان. این ضعف عملکرد ماست که نتونستیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم، نتونستیم این اطمینان رو بهشون بدیم که حضور مردم حضور خواهند داشت و ترغیب بشن برای که بیان اونجا. ببینید، من تو همین مجازی خیلی ها مخالف بودن، هم اونجا خیلی ها مخالف بودن و حق هم داشتن خیلی ها، نمیخوام بگم حق نداشتن، خیلی ها نظرشون همین نظر من بود که ما باید زمان داشته باشیم، حداقل یک هفته زمان، 10 روز زمان، 20 روز زمان برای این کارا لازمه که بیایم اطلاع رسانی بکنیم و کارهای اون زمینش رو فراهم بکنیم برای همچین حضوری. از این بابت من مخالف آنای عزیز هستم که اگر ما درست عمل میکردیم حتما مردم حضور می داشتن و ساعتش اتفاقا ساعت خوبی بود، چون اگر فرض بذاریم مجلس باز باشه و نماینده ها تو اون ساعت سر کار باشن، توی مجلس باشن، چه ساعتی بهتر از ده صبح؟ بله. سوال دیگری هست الان میپرسن که از شخصیت های شناخته شده در داخل ایران چه کسی در جلوی مجلس حضور داشت؟ راستش من کسی رو ندیدم و راستش با کسی هم مطرح نکردن قضیه رو. دوستان خیلی اصرار داشتن که مثلا گروه 14 نفر بیان و در این مورد مطلبی بدن و دعوت بکنن. ببینید، من این رو نه در مورد گروه 14 نفر، در مورد تمام سازمان و احزاب و تو توییتر هم نوشتم این مسئله رو که هماهنگی بین 3 نفر آدم، نمیگم یک سازمان، بین 3 نفر آدم زمانبر هستش. اونم آدمایی که چهرهای مختلف هستن. گروه 14 نفر 5 6 نفرشون مشهدن، یه نفر زنجانه، 2 نفر سمت شهریار و کرج هستن، یکی نمیدونم کاشانه. خب اینا هماهنگی ها زمانبر هستش، ولی اینکه کسی نیامده بود فهم بود که ما با کسی مطرح نکرده بودیم حقیقتش. خب سوال من، ببینید بخش دوم سوال نپرسیده من رو در ذهن من رو خونه پاسخ دادین، ولی قبل از این که من این سوال بکنم، قصد من اینه، ببینید ما در ایران یک سه در داخل ایران
یک سری آدم داریم که اینها از طریق جناح‌های مختلف رژیم دائم مطرحن، سر هر چیزی نظر دارن، بینیشون در هر کاری فروه و در هر چیزی از کوچکتر، مثلا شاهزاده رضا پهلوی در خونهشون غذا درست کنن یه عکس بذاره، اینو باید همه نظر بده. یه مثال میزنم براتون، آقای تبرزدی، آیا ایشون جلو مجلس بودن؟ خیر، حتی سری پیش که خاطرتون باشه چند ماه پیش بود که تجمع جلوی مجلس اعلام شد، من یک روز قبلش فراخوان رو دیدم، ارتباط برقرار کردم با آقای تبرزدی که آقا خب اگر قرار دعوت بکنیم باید این اطلاع رسانی بشه و همین زمینه هایی که عرض کردم خدمتتون رو خدمتشونم متفکر شدم، گفتم که خب این نمیشه، مردم نمیان. ایشون گفتن نه، هماهنگ دوستان دیگر هماهنگ کردم و میان. گفتم خب اگر میان منم میام، که رفتم فیلم هاشم اون موقع، البته تلفنم اجازه نمیداد من فیلمی انتشار بدم توی توییتر یا جاهای دیگه، دادم دوستان منتشر کردم فیلم هاش رو، فیلم هاشم خودم گرفتم. همین جمعیتی که شنبه آمده بود همون موقع هم آمده بود، فقط تنها تفاوتش این بود که آقای نوری‌زاد و آقای دولت‌سعدی دو نفر چهره نسبتا شناخته شده تو اونجا حضور داشتن، ولی خود آقای تبرزدی متأسفانه حضور نداشتن. نوری‌زاد چرا نه؟ آقای نوری‌زاد درگیر پرونده دادگاهشون هستن، دیروز دادگاهی داشتند، عرضم به خدمتتون یه مقدار درگیر مسئله دادگاهیشون این مسائل بودم و من هم تو با ایشون هماهنگ نکردم بابت این قضیه که آیا حضور پیدا میکنید یا خیر. خب البته ببینید دوست عزیزم، من خودم رو دارم میگم به عنوان یک هموطنی که بیرون از شما 14 عزیز ایستاده و داره نگاه میکنه، من به عنوان یه هموطن خب توقعم این هست که وقتی که کسی برای شما کاری نکرده ولی ملت حمایت خودشون رو به هر گونه و شکل و طریق از شما اعلام کرد، این به جز این نیست. من توقعم به شخصه از آقای نوری‌زاد، از آقای ملکی، چون میدونم این عزیزان در جریان هستن، آدم هایی نیستن که در فضای مجازی نباشن، آدم هایی نیستن که اطلاع نداشته باشن، من شخصا توقعم به عنوان یک ایرانی این هست که وقتی که بحث تمامیت ارضی کشور ایران پیش میاد، به میان میاد، اینها حضور داشته باشن. همین آقای نوری‌زاد فیلم های بسیاری داره که رفته در مورد شهدای جنگ فیلم ساخته، این کرده اون کرده، سر مزار اینها رفته گریه ها کرده. خب این شهدای جنگ مردن که یک وجب از خاک ایران نره، همون مسئله تمامیت ارضیه. آیا خزر چون آبه یعنی خاک ما نیست؟ ببینید من فقط نظر خودم رو دارم میگم آقای مهرگان عزیزم. چرا؟ چون نقد یک حرکت، نقد درست یک حرکت، زمینه پیروزی اون حرکت رو فراهم میکنه و اگر ما به دلیل شخص نقد نکنیم من فکر نمیکنم پیروزی نصیب ما بشه. سوال بعدی که ازتون دارم، شما در اونجا که بودین کسی رو دستگیر کردن آقای مهرگان از زمینه؟ من یه کوتاه به مسئله قبلی شما بپردازم در مورد آقای نوری‌زاد. ببین آقای نوری‌زاد، آقای عباس وایدیان شاهرودی، دکتر کمال جعفری یزدی، این سه نفر قبل از اینکه اصلا بحث تجمع باشه در مورد رژیم حقوقی کاسپیان و این وطن فروشی که جمهوری اسلامی داره انجام میده نوشتند و تاکید هم داشتند برای اینکه باید مقابله بشه با این جریان. آقای نوری‌زاد سری قبل حضور داشتند، پس یعنی براشون مهمه، ولی اینکه این سری حضور نداشتن میگم ضعف اطلاع رسانی ما بوده و ضعف عمل کرده ما بوده که هیچ سازماندهی، هیچ اصول، هیچ هماهنگی نبوده. در مورد اینکه بازداشتی ها، من خودم شخصا دو نفر رو دیدم، یک بانو و یک آقا رو دیدم که بازداشت کردند، ولی چون نیروی انتظامی اجازه نمیداد که ما یک نقطه وایسیم و مردم
تجمع تمرکز بشه باشن توی یک نقطه جمع بشن توی یک نقطه و دائما تو حرکت بودیم از خیابون مقابل مجلس تا پارکی که نزدیک مترو بهارستان هستش. قطعا وقتی که من شاید جای دیگه بودم جای دیگه بازداشتی بوده که دوستان اشاره کردن و جاهایی من دیدم و شنیدم و خوندم که بازداشتی ها نزدیک به 11 نفر بودن. اما جالبش اینه بهتون بگم جناب هرعبی که نیروی انتظامی برای اینکه بهانه‌ای برای بازداشت نداشت اومد به خانم های پلیسی که گویا برای گشت ارشاد و این مسائل هستن، یعنی بیشتر خانم ها بازداشتشون بابت حجاب بود، یعنی این بهانه رو آوردن که جمعیت رو به این طریق بتونن بترسونن، ایجاد رعب و وحشت بکنن و بهانه بازداشت داشته باشن، چون میدونن که این بازداشت ها برای مردمی که به خاطر خاکشون رفتن و یک تجمع مسالمت آمیز همراه با سکوت دارن براشون خیلی هزینه بر هستش. از این بابت سعی کردن که از طریق یا بهانه حجاب و یه سری شاید اینجور مسائل بخوان این بازداشت ها رو انجام بدن. من دو نفر رو خودم شاهدش بودم که اشاره کردم توی پیام تصویری. یعنی برای خود نیروی انتظامی تمامیت ارضی ایران این که ما فقط 11% از دریای مازندران داره از 50% نصیبمون میشه واسه اینا فرقی نداره؟ اینا کیان؟ چرا جناب عربی تو ایران داریم زندگی میکنیم و برخورد داریم با سپاهی، با نیروی انتظامی، با بسیجی، با آدمایی که شاید به نوعی وابسته به این نظام هم باشن. ببینید زمان جنگ کسایی که الان اینها دارن به اسم شهید از اسمشون استفاده میکنن، همه اینها به قول شما برای یک وجب خاک ایران رفتن. محال ممکنه جوون ما که حتی توی نیروی انتظامی باشه، توی سپاه باشه، ولی آدم هویت ایرانی داشته باشه، محاله که اینجور چیزا رو ببینه و دلش به درد نیاد و نخواد کاری بکنه. اما متاسفانه ما نتونستیم شرایطی رو فراهم بکنیم یا هنوز اون شرایط فراهم نشده که نیروی انتظامی، میهن پرستان نیروی انتظامی، میهن پرستان سپاه، میهن پرستان بسیج بتونن حمایت کنن از مردم. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش بره، اینهای اطمینان خاطری داشته باشن که فردا اگر اومدن سمت مردم محاکمه صحرایی نخواهند شد، بنابچه‌شون اذیت و آزار نخواهند شد، شغل و زندگی و همه چیزشون رو هوا نخواهد رفت. باید درک بکنیم شرایط اینها رو. با فرماندهینشون کاری نداریم، ولی بدنه سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، مطمئن باشید که من دارم با اینا زندگی میکنم و همه ما که تو ایران هستیم داریم میبینیم، تو فامیل و اقوام، تو دوستان داریم اینجور نمونه‌ها رو. همشون دلشون پر درده، همشون دنبال فرصتن که بیان به سمت مردم. اینو من اطمینان میدم بهتون. من سوالم اینجاست، ببینید از شاهزاده رضا پهلوی رو گفتن، ملت واقعا میگم متحول شدن و ملت هم دارن اینو میگن که آقا بدنه نیروی انتظامی، بدنه سپاه، بدنه بسیج، هیچ کس با شما کاری نداره. چگونه باید بین اینا چه اطمینانی میخوان؟ چگونه باید بین اطمینان داد دیگه؟ چه باید کرد؟ همون اطمینانی که ما سر تجمعات، سر تظاهرات، سر خیزش ها باید انقدر شرایط رو امن بکنیم توی خیابون، درگیری و آتیش زدن و شکوندن و تخریب نباشه که حتی یک زن با بچه چند ماهه و چند سالش جرأت بکنه بیاد داخل تجمع، یعنی ایجاد یک شرایط امن. مهربان ببخشید من قطعتون میکنم اینجا من قطعتون میکنم. من همیشه گفتم، الانم میگم دوست خوبم، که آتش زدن، خورد کردن، غارت رو من مسئول مستقیمش رو رژیم میدونم و سازمانهای اطلاعاتی رژیم، به این دلیل که تنها نهادهایی که میتونه از این حرکت زشت برخورد به قول من رو بهره برداری کنه رژیمه، کسی دیگه نیست. همینه برای اینکه مردم نتونن بیان، برای اینکه اون شرایط امن ایجاد نشه که مردم با زن و بچه، با خانواده به پیوندن، یه پدر به دخترش اجازه بده، به پسر نوجوانش اجازه بده که بیاد توی تجمع، این کارا رو میکنن. حالا همین شرایط رو باید برای نیروی انتظامی، برای سپاه، برای بسیج ایجاد کرد. یعنی چطور؟ یعنی وقتی ما به اینا اطمینان بدیم
مردم حضور داشته باشن، شرایطی فراهم بشه که اون تجمع میلیونی، اون تظاهرات‌های گسترده و مستمر صورت بگیره، اون مأموران انتظامی وقتی بدون عمر رژیم به 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه نخواهد کشید، مطمئن باشید میاد به سمت مردم. ولی الان همه سردرگمن، میترسن از آیندهشون، میترسن از زن و بچه‌شون. البته که من تایید نمی‌کنم این ترس رو، البته که من بهشون حق نمیدم بابت این ترس، و البته که بهشون اختار میدم که دیگه گذشت اون روزایی که بگید من مأمورم و معذور. شما شعور دارید، شما عقل دارید. این که بیایید زن و بچه مردم رو بزنید تو خیابون، این که بازداشت بکنید، این که شکنجه بکنید، این مأموریت نداره. این رو ما هشدار دادیم قبلا و دیگه پذیرفتنی نیست. ولی امیدوارم بتونیم به این سمت پیش بریم که تجمعات رو مستمر بکنیم، گسترده بکنیم، و این نیروهایی از داخل حاکمیت که میخوان بکنن از حاکمیت و به سمت مردم بیان، امیدوار بشن و بدونن که ظرف مدت کوتاهی شر این حکومت و شر دادگاه‌های نظامی و صحرایی از سرشون کوتاه خواهد شد و نترسند. مثلا من اینجا اینه، اینا همه درست، من هم دلم با شما است، اما چه نیاز داریم ما الان؟ من الان اینو فرض میگیرم، میگم الان این 14 نفر در ایران میخوان بیان برای ماه آینده، روز اول ماه یه فراخوان بگذارن که مردم بیاین و برای رژیم حقوقی دریای مازندران فرض بفرمایید که حرکت کنن، اعتراض کنن. چه نیاز داریم ما الان؟ ببینید، اولی رو درک بکنیم که ما کلیت قضیه رو باید ببینیم. امروز مازندرانه، دیروز کیش بود، روز قبلش چابهار بود، روز قبلش نمیدونم بندر عباس بود، جای دیگه بود، و فردا 1000 جای دیگر رو اینا برای موندگاری خودشون ایران رو تکه تکه می کنند. پس ما اگر قرار باشه بابت هر جریانی جداگانه بیاییم، و حالا همین که قضیه خوابید ما بیاییم بشین تو خونه همون، که این که نمیشه. ما با رژیمی طرف هستیم که این رژیم وطن فروشه. این رژیم هر موقع ازش بر بیاد یه قسمتی از کاکمون رو یه قرارداد ترکمنچای دیگه میبنده، مینویسه. پس ما باید کلیت این رژیم رو به هدف قرار بدیم. این 14 نفر، من به شما اطمینان میدم، قول میدم، ما نه رهبریم، نه نمیدونم قصد داریم مجلس مؤسسان 14 نفره تشکیل بدیم، نه قصد داریم شورای گزار 14 نفره تشکیل بدیم. هدف ما از اول فقط همگرایی اپوزیسیون، فقط این بوده که اپوزیسیون متشدد و متفرق 40 سال گذشته رو بتونیم، اونایی که دلشون در گروه ایرانه، اونایی که حرفشون حرف آزادی ایرانه، اینا رو بتونیم بگیم آقا درد مشترک ما ایرانه، بیایید و حالا قدم پیش بگذارید. ما روزی فراخوان خواهیم داد که همراه با همه سازمان ها و اپوزیسیون ها باشه. البته که اگر ببینیم همراهی نمی کنن، اگر ببینیم که از این قطار میخوان جا بمونن، ما مردم رو اگر بدونیم پشت سرمون هستن، مطمئن باشید که رأساً مستقیما اقدام بکنیم. ولی تمام تلاش و سعیمون اینه که بتونیم همگرایی اپوزیسیون رو ایجاد بکنیم که مردم با اطمینان خاطر و با یه هماهنگی خیلی خوب و منسجم، حتی گروه هایی که نمیدونم از جمهوری خواهان هستن، پادشاهی خواهان هستن، چپ هستن، راست هستن، با اطمینان خاطر و با اعتماد به یک فراخوان همگی حضور داشته باشن و استمرار بدن به حضورشون در خیابان، که در این صورت هستش که ما میتونیم ظرف مدت کوتاهی به اون اهدافمون برسیم. خب الان ببینید، یه اکثریتی از همه کسانی که نام بردید الان، گروه ها، دستجات، کسانی که مطرح هستن، کسانی که مطرح نیستن، یه اکثریتی از اینا، اکثریت قریب به یقینی آمدن و از حرکت شما پشتیبانی کرد. شما هم در عمل با تایید 2 مرحله‌ای که شاهزاده رضا پهلوی از شما کردن، یعنی در حقیقت یه لایه میانی هستید بین مقاومت خارج و مقاومت داخل. پس اینم روشنه. اون پیش‌فرض‌هایی که الان صحبت شد همه تا الان به انجام رسیده. سوال من، آیا جدن در برنامه خودتون، در دیدگاه خودتون الان بین 14 نفر شما هست که حرکتی رو ایجاد کنید یا نه؟ اصلا هستش، وظیفمون اینه. ببینید مردم، ما یک فراخوانی دادیم، یک حرکتی رو شروع کردیم، مردم اومدن و حمایت کردن. حالا همین مردم
مردم همین گروه هایی که از ما حمایت کردن الان مطالبه میکنن که آقا چی شد؟ 14 نفر اومدید مثل 14 نفرهای قبلی، مثل هزاران نفر قبلی دو تا مطلب نوشتید و تموم شد؟ نه این نیست. حالا مطالبهش اینه که در عمل چه خواهید کرد؟ در میدان عمل چه کار می‌خواید بکنید؟ اینجاست که ما میگیم ریشه های نظام رو باید هدف قرار داد و کلیت این نظام رو باید هدف قرار داد. مستقیما داریم مذاکره می‌کنیم، گفتگو می‌کنیم، گروه‌های مختلفی از داخل، از خارج از کشور دارن می‌پیوندن، حمایت می‌کنن. همین هایی که حمایت کردن فردا می‌تونن یک جبهه‌ای تشکیل بدن، یک جبهه مشترک و متحد. از همه نگرش ها، از همه دیدگاه ها. شما ببینید این 14 نفر داخل کشور اینا هیچ امنیتی وجود نداره، هیچ حاشیه امنی برای ماها وجود نداره. هر لحظه رژیم اعاده بکنه میتونه ما رژم کنه، بندازه زندان، حسدمون کنه، هر بلایی سرمون بیاره. وقتی این قضیه، این جنبش میتونه موفق باشه که سازمان های برون مرزی، در اون مرزی گروه ها، افراد انقدر زیاد بشن که دیگه رژیم ندونه با کی طرفه، این 14 نفر نیستن، 14 میلیون نفر هم. اون موقع است که ما میتونیم یک فراخوان کلی بدیم و الان همین اسمینا رو به شما میدم که پاشنه آشیل نظام رو داریم هدف قرار میدیم. پاشنه آشیل نظام، حقوق بشر، زندانیان سیاسی. رژیم جمهوری اسلامی از هر چیزی شاید بگذره، از منافعش توی کشورهای حاشیه شاید بگذره، از تسلیحات هسته‌ای شاید بگذره، از نمیدونم از هر چیزی شاید بگذره و وارد مذاکره بشه، اما حقوق بشر رو نمیتونه رعایت بکنه. چون اصلا منافات داره با ایدئولوژی جمهوری اسلامی. از این بابت هستش که اگر پشت آشیلش رو بزنیم کلیتش رو خواهیم زد. و قول بهتون میدم که هفته هاست، یه چند هفته یه روز هاست که تمام تمرکز ما روی همین قضیه هستش. ببینید مسئله من اینجاست، یه توصیه است به عنوان یه شهروند، یه دوست. ملت ایران آمد به خاطر اجتناب از جنگ، از درگیری، از خونریزی. اول آمد از کل نظام عبور کرد، اومد به اصلاح طلب ها چسبید. از اصلاح طلب ها اومد در سال 88 عبور کرد و اصلا کلیت مسئله رو گذاشت کنار. امروز چرا واسه چی اتفاق افتاد؟ واسه اینکه عملی نبود. یعنی هر سال گفتم بیاین رأی بدین، یه سری وعده دادن، وعده ها عمل نشد، ملت از این عبور کرد. نهایتا الان شما به عنوان آخرین تیر ترکش اونجا هستید، ملت هم دیدید آنگونه که باید و جانانه از شما حمایت کردن. و نظر من اینه به عنوان یه شهروند که اگر عملی نباشه ملت از شما عبور خواهند کرد. به همین سادگی دارم خدمتتون عرض می‌کنم. و ملت از شما عبور کرد. به همین سادگی. بفهمید. ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. کاملا موافقم جناب عربی و ملت هیچ تعارفی با کسی نداره. مردم هیچ درود ایوالسی با هیچ حزب و گروه و سازمان و شخصی ندارن. به همین سادگی هم از همه ماها عبور خواهم کرد اگر عمل نبینند. منتها یه چیزی رو، یه نکته‌ای رو اشاره کردید جناب عربی. مردم به هر شکلی، حالا کاری ندارم از طرف رژیم این ترس تو دلشون انداخته شد یا واقعا این ترس حقیقیه که ترسیدند از توی مدت، توی این چند وقت اخیر، خصوصا از وقتی که سوریه به اون شکل افتاد، از وقتی که عراق به اون شکل افتاد، که اگر انقلابی صورت بگیره، اگر آشوبی صورت بگیره و رژیم عوض شه، قراره تو ایران هم همون اتفاق، همون جنگ داخلی، همون ویرانی اتفاق بیفته. مردم کجا خیالشون راحت میشه که نه این اتفاقا نمیفته؟ وقتی که احزاب، گروه ها بتونن همسو با هم باشن. یعنی قبل از دوران گذار، قبل از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این احزاب و گروه ها که هر کدومشون برای خودشون طرفدارانی دارند، توانی دارند، بیان و بتونن با هم سر یک موضوعی پیمان ببندند. اینجاست که خیال مردم راحت میشه که بعد از سرنگونی هم این احزاب و گروه ها خب با هم کار کردن، میتونن سر همون اهدافی که سه تا از شما مطرح کردین دیگه، ایران، آزادی ایران یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، دموکراسی و تعیین نوع نظام آینده ایران در یک رفراندوم آزاد و زیر نظر سازمان های بین‌المللی پس از جمهوری اسلامی.
حالا مردم اگر بدونن که احزاب و گروه ها بر سر این سه اصل هم قبل از سرنگونی و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی میتونن کنار هم باشن، پس دیگه کسی نمیمونه بخواد بیاد جنگ داخلی را بندازه، کسی نمیمونه بخواد بیاد این مخالفت ها رو بکنه که کشور به آشوب کشیده بشه. اینجاست که ما میتونیم موفق باشیم و اینجاست که عرض میکنم تمام سعی ما بر اینه که همگرایی بین اپوزیسیون ایجاد بشه برای اینکه مردم این اطمینان رو پیدا بکنن که در فردای پس از جمهوری اسلامی هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه، کشورشون رو تهدید نمیکنه، هیچ قرار نیست هیچ اتفاق خاصی به لحاظ امنیتی توی کشور بیفته، همه چیز سر جاش خواهد. البته من میگم اون حرف شما درسته، این حرف شما درسته، ولی من به گونه دیگری هم بهش نگاه میکنم. اون این گونه هست که اگر در داخل یک مدیریت قوی، ببینید رهبری به از نظر من وجود داره، رهبری ما هم هستن، شاهزاده رضا پهلوی، من روش حرفی ندارم، اما یک مدیریت قوی در داخل به وجود بیاد، اون وقت هست که مردم از ترس از جنگ داخلی هم عبور خواهند کرد. مقایسه میکنم براتون سال 57 خمینی وارد ایران شده، کشور تا 6 ماه دولت نداره، همه این ترس و واهمه ها هست، احزاب تجزیه طلب مسلح میرن، پادگان مهاباد رو خالی میکنن، به پادگان سنندج حمله میکنن، پاور رو میگیرن، ولی ملت نمیترسه، ملت در عرض یک سال و نیم قضیه رو به کل جمع میکنه. ببینید چرا؟ چون به زعم زمان و مکان در اون لحظه یک خمینی وجود داره که باشه به کوب زمین، یه مدیریت داخلی وجود داره. من نظرم این است که ما اگر بتونیم در قالب شما 14 نفر این مدیریت داخلی رو به وجود بیاریم، ملت از اون ترس هم عبور خواهن کرد. نظر شما چیه؟ موافقم جناب هروی، ولی بپذیریم ما 14 نفر این رو پذیرفتیم که هنوز آنچنان که باید اطمینان مردم رو جلب نکردیم. مردم به قول شما دنبال یک کار عملی از ما هستند. رژیم انقدر فریب کاره، انقدر تو این سالها مردم فریب خوردن که دیگه از ریسمون سیاه و سفید هم میترسن. حقیقتش حق هم دارن. یه سوال از شما شده بود تو توییتر، من دیدم که گفته بود که چرا این چند نفر رو گرفتن رضا ملگان رو نگرفتن، حالا اینم من جوابش رو میدم، ولی منظورم به اینجاست. ما 14 نفر یک حسنی که داریم اینه که 14 نفر از داخل کشور است. تو این 40 سال مخصوصا تو این سالهای اخیر همه اپوزیسیون به نوعی اومدن دو دم از اتحاد دادن. منتها مشکلشون کجا بود؟ یکی این که میگفتن همه بیان بر محور ما جمع بشن، دور ما جمع بشن، هیچ کدومشون حاضر نبودن برن دور کسی دیگه جمع بشن، پیرامون یک گروه دیگه ای بخوان اتحاد بکنن. این ضعف رو داشتن و اینکه به خیلی از اختلافات پرداختن. اما ما 14 نفر از داخل با 14 گرایش مختلف اومدیم و گفتیم ما نه رهبریم، نه سازمانیم، نه تشکیلات داریم، هیچی نداریم، و دعوت کردیم از گروه ها و سازمان ها، و چون تا حدودی مورد اقبال مردم قرار شد، این سازمان ها هم اومدن به حمایت کردن. همون مدیریت رو ما میتونیم، ما 14 نفر با حمایت همه سازمان ها، همه گروه ها، چون باید اینها دخیل باشن، باید گروه های محلی دخیل باشن در گذار از جمهوری اسلامی که بعد از اون سهم خواهی نکنن، بعد از اون مشکلات ایجاد بشه، باید گروه های نمیدونم ملی بیان و سهم خودشون رو ادا بکنن در گذار از جمهوری اسلامی. اون مدیریت وقتیه که ما بتونیم اون جبهه متحد رو تشکیل بدیم، جبهه متحد وقتی تشکیل بشه خود به خود منظم خواهد شد، سازماندهی خواهد شد، کمیته های مختلف به وجود خواهد آمد، همه چیز به صورت سیستماتیک و سازمانی پیش خواهد رفت. اونجاست که مردم هم میتونن واقعا اعتماد بکنن که این گروه ها دور هم جمع شدن، فقط حرف نیستش. با نظر شما موافقم، با بخشش مخالفم. ببینید مردم ایران، باز هم دارم تاکید میکنم چون من در داخل ایران زندگی نمیکنم، اما با توجه به صفحه خبری که روزی بیشتر از 1000 کامنت توش میاد از داخل ایران، از خارج ایران، نبض جامعه بخشی دستم، متوجه هستم و میپرسم، پویا هستم، همیشه میپرسم آقا مثلا شما نمیری، خواست چیه، گرفتاری چیه. یکی از بچه های من روی خبربین برگشت که آقا من اگر رفتم فردا دستگیر شدم یا مردم، تکلیف خانواده من چه خواهد شد؟
پس مسائل رو میدونیم. مسئله من اینجاست که مدیریت در داخل که شما 14 نفر باشید و انتخاب شدید و حمایت شدید، اگر بتونه کار عملی انجام بده، حالا هر چقدر بزرگ یا کوچک، حرکت از وعده بیاد بیرون، از شعار بیاد بیرون و به عمل نزدیک بشه، بیاد و با توجه، چون شما موقعی که در داخل انتخاب میشید بی دلیل نیست، دو دلیل داره. دلیل اول اینه که فعالیت سیاسی داشتید، دلیل دوم اینه که ارتباطات دارید در داخل، از این دو حال خارج نیست. پس نهایتاً اگر بیاییم و اول با حرکات فرض بفرمایید عملی، حالا کوچک یا بزرگ، آقا امروز بیاییم تعیین کنیم 10 نفر آدم 20 نفر آدم هر چقدر که فقط یه کمیته تشکیل بشه که اگر کسی در تظاهرات اتفاقی براش افتاد، خونوادش گرفتار نان شب نخواهد. برای مثال دارم میگم، شاید من فکر میکنم از عمل شروع کنیم بهتره. آی مهرگان عزیزم، به شما نمیگم، بازم به شما نمیگم، به کل 14 تن دارم میگم، به کل باقی مبارزینی که در داخل هستن دارم میگم، شعار 40 سال شعار داده شده. اگر بخوایم نتیجه بگیریم باید به عمل رو بیاریم. نظرتون بفرمایید. کاملا موافقم، همین هم است که عرض میکنم. ما باید اول در عمل، در میدان عمل بیایم ثابت بکنیم صداقت خودمون رو، و اونجاست که دیگه مردم و همه گروه ها واقعا گروه های آزادی خواه حمایت خواهند کرد. این که میفرمایید کسی که میخواد بیاد توی تجمع، بعد وقتی کسی رو دعوت میکنیم بیاد توی تجمع، باید فکر همه جاشو بکنیم. فکر این که اون افتاد زندان، خرج زندانش چجوری خواهد بود؟ فکر این که خانواده‌اش چجوری خواهند به گذران زندگی خواهند کرد؟ همه اینها وقتی یک تشکل منسجم پیش بیاد و وقتی مردم اعتماد بکنن، قطعا حمایت‌های مالی هم خواهد شد. قطعا میتونیم اون موقع است که میتونیم از مردم، وقتی میخواییم از سندیکاها، میخواییم از گروه های کارگری، از مثلا نیشکر هفت‌تپه میخواییم، نیشکر هفت‌تپه شما امروز و از این روز شروع بکنیم به اعتصاب کردن. خب حداقل هایی رو باید براشون تامین کرده باشیم. وقتی از مردم میخواییم بیان توی یک میدون، نمونه مصر رو ما پیاده بکنیم، توی مثلا میدون آزادی بیان و یک هفته بمونن، باید حداقل ها رو برای موندن این مردم تعریف بکنیم. ما فکر همه این چیزا رو میکنیم. و اینکه اگر بخوایم زودتر از موعد، زودتر از اینکه تمام زمینه ها رو فراهم کرده باشیم، فراخوان بدیم، مردم رو بکشیم، با شکست مواجه بشه، مطمئن باشید که مردم اطمینانشون یا اعتمادشون نسبت به همین 14 نفری که به قول شما شاید آخرین امید این مردم اصلا از بین بره. ما یک وظیفه ای الان روی دوشمون هستش که مردم روی دوشمون گذاشتن که ما رو ناامید نکنیم. پس باید خیلی اصولی و خیلی حساب شده جلوی این زمانی کار چی آقای مهرگان؟ یعنی ببینید، من الان دارم میبینید الان رژیم اسلامی از نظر اقتصادی به آخر خطش رسیده. یعنی همین مردم در خارج انقدر هیاهو کردن، انقدر لابی کردن، انقدر فشار گذاشتن که بالاخره دولت‌های خارج هم یه گونه تن دادن و الان رژیم در دادن حقوقاش هم به گونه در مونده. خب پس نهایتاً وظیفه خارج که رساندن صدای شما هست و کمک از نظر سیاسی انجام شد. الان مسئله من اینه که داریم راجع به روز صحبت میکنیم، راجع به هفته صحبت میکنیم، ماه یا سال، برنامه حرکت در چه پنجره زمانی قرار داره الان؟ چه اتفاقی داره میفته؟ مهم سریع ما این هستش که اصلا حتی به ساعت صحبت بکنیم. یعنی واقعا الان زمانی هستش که باید از فرصت استفاده بکنیم، از این ضعفی که رژیم درش قرار داده نهایت استفاده رو ببریم و از این آینده‌ای که میتونیم دوچارش بشیم نهایت ترس رو داشته باشیم و نگذاریم رژیم اون بلایی که میخواد ایران رو بسوزونه. واقعا واقعا اینا اون بسیجی ها وقتی اومدن گفتن ایران سوخته تعبیرتون میدیم، دروغ نگفتن، بلوغ نزدن، واقعا دارن این کار رو میکنن، اینا دارن تکه تکه میکنن. حرف ما حرف ساعت و ثانیه و دقیقه و روزه، حقیقتا اینه. اما قبول بکنید که سنگ های جلوی پای ما هم انقدر زیاد جناب عربی، رژیم و مخالفین انقدر سعی میکنن که ما رو به هر نحوی اجازه پیشروی به همون ندن. انقدر بلاها دارن سر اون میارن که طرق مختلف ها 4 نفر این بر بلند میشن، یه حرفی میزنن، یه سری سوالات ایجاد میشه، باید بریم با اونا جواب بدیم.
ولی ما نهایت سعیمون رو میکنیم که از حاشیه ها پرهیز بکنیم و به اصل قضیه بپردازیم. امروز هم دیدید که 14 نفر بانوهایی که سابقشون حداقل سابقه درخشانی هستش اعلام موجودیت کردن. ما تا حالا اگر نیمی از جامعه رو داشتیم به عنوان مردان، از امروز نیم دیگر جامعه و زنان رو هم همراه خودمون داریم و مطمئن باشید که برنامه‌هامون باور کنید که به روز و به ساعته. من اگه اجازه میدی بدجنسی بکنم آره مهربان عزیزم، اما این اعلامیه 14 نفر بانوی که در اومده بود هیچ کدومو نمیشناختم، هیچ نظری هم ندارم، فقط از یه چیز خوشحال شدم و اونم این بود که نام خانم نسرین مدارا توش نبود. حالا میریم سر سوال بعدی. پس ببینید اگر ما نتونیم، من این نظر منی و بیشتر دوستانی که باشون در ارتباط، در اسرع وقت عمل انجام بدیم، فرض بفرمایید که یه گرد همایی در پارک، کوچکترینشه دیگه، نه عمل انجام بدیم، حرکت عملی انجام بدیم، باورم کنید که متاسفم این رو بگم که ملت از این حرکت هم عبور خواهند کرد و پشت این چیز جالبی نشسته. موافقم جناب عربی، ولی این رو هم در نظر بگیریم، اگر کاری رو ناپخته شروع بکنیم، اگر حساب خیلی مسائل قبل و بعدش رو نکنیم و یه حرکتی انجام بشه که به سرانجام نرسه، اون جبه ناامیدی رو هم با سرش حساب بکنیم. ما این هم اونجا هستیم، برو منتون برم الان اونجا هستیم. الان حداقل مردم یه اعتمادی، مردم یه امیدی به این 14 نفر دارن، ولی وقتی این 14 نفر فرض مثال شما بذارید یک فراخوانی بدن و حضور مردم چشمگیر نباشه، اون نتایجی که میخواییم از اون فراخوان بگیریم رو به دست نیاریم، اون موقع حتی این امید نصف نیمه ای هم که مردم دارن اونم از بین میره. این یه تیغ دولبه است مهرگان، این یه تیغ دولبه است، یعنی ما بگیم جانم ببین من در خدمت هستم. ببینید وقتی جناب عربی، وقتی ما بتونیم همه سازمان ها و اونهایی که حالا نمیگم همشون، همشون که قطعا نمیان، الان خیلی اصلا موضع گرفتن گفتن ما با هیچ کسی اتحاد نمی کنیم، کاری با اونها نداریم، ولی سازمان های آزادی خواه، گروه های آزادی خواه، افراد، اشخاص، رهبران، اونایی که واقعا برای مردم شناخته شده هستن، اینها بیان و همگی با هم یک کاری رو بکنن، مطمئن باشید که اولین فراخوان آخرینش هم خواهد بود. چه کسانی گفتن آقای مهرگان عزیزم، چه کسانی تا حالا گفتن اتحاد نمی کنیم؟ این من جالبه برام بدونم. کسایی که تا حالا اتحاد نمی کردن، نه از نظر سازمان رو ندارم، بله بله اجازه دید اسم نیارم، امیدوار باشیم که اونها هم بیان و اتحاد بکنن. ولی خب من دیدم که آقای دکتر جوادی، دکتر علی جوادی از حزب کمونیست کارگری، ایشون گفتن که ما نمیتونیم بیایم با سلطنت طلبا مثلا با پادشاهی خواه اتحاد بکنیم. سازمان مجاهدین خلق همین رو دارن میگن، ببینید، ولی امیدواریم که اونها هم به این نتیجه برسن. البته ببخشید من رو، خب ببخشید من رو این عرض میکنم خدمتون، ببینید مسئله اینجاست که شما هیچ وقت به یه اتحاد 100% نخواهید رسید، این ذات و فرهنگ غنی ما ایرانی ها نیست، و اینکه بسته به تعداد کسانی که سازمانی رو دنبال میکنن یا نفوذ داره اولویت میشه داد به اتحاد یا غیر اتحاد. در مورد فرض بفرمایید یه سازمانی که مثلا 15 تا عضو به زور داره که مثلا 11 تا شب روی ویلچر هستن، امروز خب اون اتحاد نکرد، نکرد. ببینید یعنی ما نمیتونیم مطلق گرایی کنیم. شما الان بزرگترین نیروی مخالف که مشروطه خواهان باشن و پادشاهی خواهان باشن، که هر دو اینا به گونه یکی هست، پشت سر شما هست. بزرگترین نیروی مخالف که ملت مردم، ملت ایران باشن، فارغ از عقاید سیاسی، به خاطر مسائل اقتصادی، مسائل آینده، مسائل فرض بفرمایید زیر بنا، اینو پشت سر شما هستن. حالا این 4 تا 2 تا گروه بیان و نیان به جای کسی بر نمیخوره، قربونتون برم. من نظرم این هست که گاه گداری موفقیت در سرعت حرکته.
فرمایید شما موافقم و تاکیدم مثلا اون اول همین بود که گروه هایی که واقعا در پی آزادی ایران هستن و دلشون برای ایران میتپه و اون علایق خودشون رو، آرمان های خودشون رو ارجح نمیدونن بر آرمان های ایران، بر آزادی ایران، ما اونها رو نیاز داریم که بیان. کسایی که نه خودشون رو فقط میخوان نمیدونم ایران رو برای خودشون میخوان، ما اصلا با اینا نمیدونم چجور میتونیم اتحاد بکنیم نمیفهمم. ولی در کل فرمودید دو قشر رو اضافه میکنم، بسیاری جمهوری خواهان امروز حمایت کردن و سازمان هاشون گروه هاشون اومدن اعلام پشتیبانی کردن، خیلی زیادن اینا. قسمت دوم سوالتون رو من فراموش کردم جناب. من عرض کردم که موقعی که اینها برخی گروه هایی که فرض بفرمایید بنیه‌ای ندارن، زمینه‌ای ندارن، بودنشون بهتر، نبودنشون بهتر از بودنشونه. بعد هم حرف ما یکی بود، هستن خیلی حتی از جمهوری خواها که به مشروطه باز اعتقاد دارن. ما باید بیایم از یک بخشی از تاریخ ایران، بخشی که کار کرده، بیایم و از اون بخش تاریخ سود بگیریم برای ایجاد یک اتحاد حد اکثری. آی مهرگان عزیزم، تنها یعنی حد اکثری ترین اتحادی که اتفاق افتاد در عصر در زمان مشروطه بود که از هر طرف، هر نگاه، هر تفکر اینا اومدن و در زیر لوای یک قانونی به نام قانون مشروطه جمع شدن. این قانون مشروطه آمد و در زمان رضا شاه بزرگ کاملتر شد و ما الان دستمایه قانونیش رو هم داریم اگه بخوایم. ولی مسئله اینجاست که باید با کسانی اتحاد کرد که همان گونه که گفتید اول ایرانی باشند بعد ایدئولوژیک، نه برعکس. در خدمتتون هستم. کاملا موافقم و اینا خودشون نشون میدن. ببینید یکی از محاسن حضورهای بزرگ همین تجمع شنبه این بود که حرفی که من همیشه میزنم، میگم اپوزیسیون سازمانهای ما متاسفانه شرایطی براشون پیش اومده که باید مردم حرکت بکنن، حرکتی رو آغاز بکنن. این سازمانها وقتی ببینن از قطار دارن عقب میمونن، میان میپیوندن. اینجا این شنبه مردم اینو ثابت کردن که 4 نفر آدم تو فضای مجازی تونستن 100 نفر رو جمع بکنن و اگر سازمان ها جلو نیاد، اگر گروه ها نذارن کنار اون کهنه دعوای سیاسیشون رو، این مردم به زودی زود خودشون اقدام خواهند کرد، حالا به واسطه 14 نفر، به هر واسطه ای که شده اقدام خواهند کرد و اون موقع است که اینا تو تاریخ داره ثبت میشه که کیا نیومدن جلو، کیا همراهی نکردن و کیا اومدن همراهی کردن. شما البته مافیای رسانه رو هم دست کم نگیرید آقای مهرگان عزیزم. مافیای رسانه بخش خودش رو داره، یعنی آمده به آنگونه تعریف شده که اگر شما با این تلویزیون صحبت کنی نمیتونی با اون تلویزیون صحبت کنی، اگر در اینجا هستی نمیتونه برنامه بره اونجا. برخی رو میان در عمل بایکوت خبری میکنن به خاطر اینکه با عقاید اونها مخالفه. من پیشنهادم به شما به عنوان یک نفر از 14 ایرانی که دست به این کار، اول فراخوانی بدید به تمام رسانه های ایرانی در خارج که اگر دست از عدم اتحاد بین خودتون بر ندارید، دست از تفرقه بر ندارید، نامشون اعلام کنید، ملت بدونن چه اشکالی داره. همینجا هم خواهیم رسید جناب هربی که به زودی زود، این نظر شخصی من هستش و فکر میکنم نظر چند تا دوستان دیگه هم باشه، حتی به زودی زود باید به همینجا پیش بریم که یک نامه رسمی برای همه سازمان ها، برای همه رسانه ها، برای همه رهبران بنویسیم، بفرستیم و این رو علنی منتشر بکنیم و کسایی هم که میپیوندند رو و میپذیرند این اتحاد رو اسمشون، سازمانشون عنوان بشه تا مردم بدونن، واقعا مردم بدونن که با کی طرفن، با چه اپوزیسیونی طرفن. اینو به زودی زود من سعی میکنم که حالا نه من، ما باید سعی بکنیم که این اتفاق بیفته. تو اگه دقت کنی آقای مهرگان عزیز، رسانه بزرگترین سلاح شماست در هر حرکت. شما رادیو تلویزیون در اختیار ندارید،
اما فضای مجازی در اختیار شماست و یه تعداد کمی هم تلویزیون‌های ماهواره‌ای که آیا پارازیت بذاره برسه یا نذاره برسه. پس نهایتاً مسئله اینجاست که اگر نتونید به عنوان یک ارگان مدیریت و اتحاد این حرکت رو به وجود بیارید که رسانه ها هم از این دستبندی و دیوارکشی خودشون دست بردارن، نهایتاً سلاحی که لازم دارین به دستون نمیرسه. توصیه من هم این هست که این کارها واقعاً آی مهرگان عزیزم از وضعیت شما با خبرم، دلم هم با شماست، ولی نمیتونه بیشتر از هفته طول بکشه. باید حرکت انجام شه. کاری هست من انجام بدم به عنوان یه فرد ایرانی، من در خدمتون هستم، ولی در کل حرکت ضامن موفقیت ماست در این لحظه. بفهم. کاملا قبول دارم جناب عربی، رسانه بسیار موثره، خصوصا در اطلاع رسانی. همین 14 نفر ما دیدیم، اگر رسانه ها نبودن ما به این سرعت نمیتونستیم پیش بریم و متاسفانه این درگیری های بین رسانه ها هم حقیقت داره، داریم میبینیم و یکی از همون مشکلاتی هم که باهاش مواجه هستیم شاید یکیش همینه. یه سری محدودیت ها، یه سری نمیدونم مسائلی که ایجاد میشه و باید وارد حاشیه بشیم، وارد گفتگو بشیم، نمیدونم، خیلی درد سر و خلاصه داریم دیگه، ولی در کل فرمایش رو کاملا قبول دارم و باید به اون لحظه برسیم، به اون فراخوان رسمی برسیم که همه رو بتونیم همراه خودمون بکنیم و اونایی هم که نمیشن واقعا برای مردم معرفی بشن. اینو من کاملا میپذیرم. شما الان دو حالت دارید، ببینید خلاصش رو بگم واسهتون. یا می توانید با اتحاد خودتون، با حضورتون، با به قول معروف چی میگه ارتباطاتی که در داخل دارید، مدیریت در داخل رو، ببینید باز تکرار میکنم، رهبریت با مدیریت فرق داره. رهبر ما به نظر من و بسیاری از ایرانیان دیگر، اکثریت شاهزاده رضا پهلوی. مدیریت فرق داره، مدیریت در داخله. شما اگر نتوانید مدیریت رو به دست بگیرید در زمینه ایجاد حرکات و کارهای عملی، من فکر میکنم که البته زمانم کمه، متاسفانه این کار به انجام نخواهد رسید و اون مسائلی اتفاق خواهد افتاد که نباید بیفته. بابت همین زمان کم هستش که ما نهایت تلاشمون رو داریم میکنیم جناب عربی، باور کنید نهایت تلاشمون رو داریم میکنیم. شبانه روز دوستان در ارتباط هم، تو مذاکره هم، تو جلسه هم، جلسه های مجازی با همه محدودیت هایی که داریم. ما حتی گاهن دوستان 14 نفر دارم میبینم ازشون، میشنم ازشون، برای نمیدونم 5 گیگ 10 گیگ اینترنت با مشکل مواجهیم. خیلی محدودیت ها داریم جناب عربی عزیز، ولی نهایت سعیمون رو داریم میکنیم که به همون نتیجه برسیم. ما تمام ضعف ها رو میدونیم، تمام سوراخ هایی که ازش گزیده شده تو این 40 سال ملت رو میدونیم و با علم به همه این ضعف ها، با علم همه این نقاط قوت مردم داریم پیش میریم. باور بکنید که اتفاقات خیلی خوبی به زودی در راه هست و مطمئن باشید اطمینان رو هم به شما و هم به مردم من شخصا میتونم بدم که حرکت های خوبی داره انجام میشه. اپوزیسیون واقعا گروه های زیادی دارن حمایت خیلی خوبی دارن میکنن، تلاش های خیلی خوبی داره انجام میشه برای ایجاد یک جبهه متحد که اگر جبهه متحد تشکیل بشه تمام این کارگروه ها، کمیته ها کار خودش رو خواهند کرد و همه چیز با برنامه‌ریزی منظم، یعنی برای هر چیزی برنامه‌ریزی شده جناب عربی، حتی برای نمیدونم کار اینترنتی، حتی برای نمیدونم پشتیبانی های مالی و لوجستیکی و پشتیبانی تجهیزاتی و برای همه اینها برنامه‌ریزی شده. اینو من اطمینان میدم بهتون. بله، من عرض خدمتتون که از روز اولی هم که اینجا با هم دیگه صحبت کردیم عرض کردم که به صورت مشروط حمایت میکنم، تا الان هم کردم و عرض کنم خدمتون که جایی هم که ایرادی بوده دیدم آمدم فریاد زدم و گفتم. برایتون آرزو موفقیت میکنم، چون موفقیت شما در رفتن این رژیم موفقیت تمام ایرانیان خواهد بود. اما مسئله اینجاست که همانقدر نگرانم، فقط دارم باتون قسمت میکنم که در داخل من چه میگذره. حالا اگر دوست دارید من سخن آخر رو میگذارم در عهده به دست خود شما، تریبون در دست خود شما، هر چقدر که دوست دارید
با هموطنان صحبت کنید و آنچه را که فکر میکنید لازم هست رو بیان کنید. در خدمتون هستم. جناب عزیز، مردم حمایت کردند و حتی اونهایی هم که حمایت نکردند حق دارن در دغدغه‌هاشون رو بیان مطرح بکنن، حق دارن پیشنهاداتشون رو بیان مطرح بکنن. چه بسا یه پیشنهادی از سوی کسی داده بشه که خیلی مفید باشه، خیلی به کار اون بیاد. پس این نباشه که فکر کنند ما 14 نفر یا فکر بکنیم ما 14 نفر یه رایی رو پیش گرفتیم و هیچ حرفی گوش نمی‌کنیم. هر جایی انتقاد باشه و جون و دل می‌پذیریم و پاسخگو هستیم. و این حقتونه که حق همه هستش که بیان انتقاد بکنن. هر سوالی دارن در مورد هر کسی، هر فرد از این گروه یا عمل کردشون، هر سوالی دارن، هر پیشنهادی دارن، ما اکانتامون باز، تلفنامون مشخصه، دوستانی دارن تلفنامونو، همه مسائل هستش در خدمتیم تمام قد. نهایت سعیمون رو داریم، واقعا نهایت سعیمون رو داریم میکنیم که یه کار اصولی و درست انجام بدیم، کاری که خدایی نکرده به ناامیدی مردم نینجامه. اما در نظر داشته باشیم رژیمی پیش روی ماست، مقابل ماست، دشمنی مقابل ماست که مجهز به همه امکانات، همه امکانات مالی و تجهیزاتی و همه چیز رو داره، رسانه داره، آدم داره به اندازه کافی. اما ما هم امتیازهایی داریم، تعدادمونه، میهن پرستیمونه، ایمانمونه، اعتقاد و باورمونه به آزادی ایران، به دموکراسی. اگر کنار هم قرار بگیریم، اگر رویه 40 سال گذشته رو بذاریم کنار، موفقیت از آن ماست. اگر از احساسات دور بمونیم و منطقی عمل بکنیم، موفقیت از آن ماست. یک نمونه‌اش رو دیدیم. خود من هم رفتم فقط به اون دوستان ثابت بکنم که ما اهل عملی، اهل حرف نیستیم. ولی فردا اگه دوباره همچین فراخوانی صادر شد که 2 روز وقت داشت، 3 روز وقت داشت، واقعا باید بدونن که اینا احساسی داره عمل میشه و یه سری ها از اینها میخواد سوء استفاده بکنن. همه چیز رو اجازه بدیم اصولی پیش بره، درست پیش بره. فرصت بسیار کمی داریم. ما نمیگیم 1 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه باید ایران آزاد بشه. ما میگیم همین امروز هم دیره که برای ایران آزاد بکنیم. همین امروز هم دیره که ایران رو از این ورطه نابودی بخوایم نجاتش بدیم. ولی بازم میگن به هر حال امروز بهتر از فرداست. خیلی سپاسگزارم جناب هروی عزیز ازتون، از اینکه دغدغه‌ها رو، سوال‌ها رو مطرح کردید. تا اونجایی که من میتونم و میدونم سعی میکنم واقعا صادقانه در خدمت دوستان باشم، در خدمت کسایی که سوال میکنم باشم، تا اونجایی که میتونم و میدونم جواب بدم. و امیدوارم که دوستان، همه دوستان، گذشته و فارغ از اینکه این 14 نفر کیان، چه سابقه ای دارن، حرف‌ها رو ببینن و خواست‌ها رو ببینن و اگر قبول میکنن که حمایت بکنن، میخواست ها رو حمایت بکنن و بپیوندن به این قضیه و حمایت بکنن که اگر نکنیم، رژیم جمهوری اسلامی تو آستینش 1001 حقه داره که دوباره مردم رو بکشونه پای صندوق‌های رأی، که امیدوارم تا اون روز اصلا نکشه عمر این رژیم، ولی مردم رو بکشه پای صندوق‌های رأی و دوباره مشروعیت برای خودش بخره. خیلی سپاسگزارم ازتون جناب هروی عزیز. تمنا میکنم دوست عزیزم و آرزو موفقیت دارم برای شما و ایران ایرانی، چرا که بازم میگم موفقیت شما در از بین بردن کلیت نظام اسلامی در ایران موفقیت تمام ایرانیان محسوب خواهد شد. باز هم این تریبون در اختیار شماست، هر ثانیه که خواستید میدانید به کوتاه‌ترین فاصله‌ای همین دوربین رو میگذاریم، همین بهترین ها میان اینجا به سخنان شما گوش میدن و در کنارتون هستیم. زنده باشید. ممنونم از شما، ممنونم از دوستان عزیزی که این صحبت ها رو فرصت کردن، یعنی وقتشون رو گذاشتن و توجه کردن به این عرایز بنده و امیدوارم که مفید بوده باشه. عرض ادب و احترام. با اجازه دیگه مزاحمت نمیشم دوست عزیزم، تا گفتگوی دیگر که در کنار هم باشیم. شب بخیر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، دوستان عزیز، دوستان عزیزم، قاضی شما هستید، قاضی شما هستید. من از آقای مهرگان صحبت کردیم با هم در مورد این فراخوان، میخواستن صحبت کنن، گفتن بحثی بگذاریم و بلافاصله گذاشتیم. این تریبونیست
که همانقدر که در خدمت این دوستان هست در خدمت شماست و در خدمت هر ایرانی بی صدای دیگری. پس محدودیت نیست و صحبت های شنیدیم. هنوز هم باز دارم تاکید میکنم، اگر از دایره عمل، یعنی به دایره عمل وارد نشد این 14 نفر یا حالا هر حرکت دیگه که در داخل شکل میگیره، اگر در دایره عمل وارد نشه محکوم به فناست، چه بخوایم چه نخواهیم. از این به بعد توصیه میکنم به فراخوانهایی که نمیدانید مال کجاست، نه ترتیب اثر بدید، نه اهمیت بدید، نه بال و پر بدید. اول همیشه ببینید فراخوان از کجا اومده. یه موقع مثلا فرض کنید از آقای تجزیه طلب نیومده باشه، اسم نمیخوام ببرم، اگه اومده ترتیب اثر ندید، چون اون تجزیه طلب خیر من و شمای ایرانی رو نمیخواد. دوستای گلم، فراخوان اگر از طرف این 14 نفر اومد، شاهزاده تایید کردن، اگر از طرف شاهزاده اومد، اینا معمولا مسیریه که شاهزاده که تایید کنن، من هم خب تایید حتما میکنم، انتشارم میدم. ولی همیشه نگاه کنید که دوچار تله های احساسی نشین. چرا؟ چون تله احساسی باعث ناامیدی ملت میشه. بازم تاکید میکنم، ما روز شنبه 100 مرد میدان ساحل داشتیم، ما نباختیم، ما بردیم. یعنی کل حرکت ما در کمتر از 1 سال از 1 به 100 رسید. اما مسئله اینجاست که فراخوان بعدی باید با برنامه باشه، با برنامه بهتر باشه، احساسی نباشه، همه چی جوانبش در نظر گرفته شده باشه، مطمئن باشیم از همه طرف حمایت میشه، بعد ملت بیان بیرون و به امید خداوند ایران پرونده این رژیم تومارش رو در هم بپیچن. سپاس دارم از همتون که امروز اومدین پای صحبتهای جناب مهرگان و من نشستید. دوستتون دارم. طبق معمول همیشگی، ایرانی ایرانی ایرانی، به خدا به خدا که خود خدایی. با سپاس از همه شما عزیزان.